ادامه گلبانگ هست و حالا ما پیشتر براتون گفتم که مسعود هاشمی رو در کنار خود می داشته باشیم. مسعود عزیز صحبت بخیر و بسیار زود خوش آمدید. صبح عزیز شما نطاقان ورزیده و مستعد تلویزیون سلام. عزیز یک بخیر. صبح تمام افغانای عزیزی که در هر قسمت از کره خاکی هستند و تلویزیون زیبا مردمی یک تماشا میکنن. مسعود هاشمی هستم در برنامه زیبای گلبانگ در خدمت شما. سلامت زنده باش. خب قسمی که مسعود جان صحبت کرد من کاملا تحت تاثیرش رفتم. قدم دیگه خب امروز مسعود بله خب نه تحت تاثیر گونه حرف زدنشون رفتم که بهتر از من. نه از این معلوم میشه که مسعود هاشمی در خانه زیاد کار میکنه. خب میخوای از حرف زدنش معلوم میشه. بله بله بله. خب به هر صورت خب یا عبدالله میخواد که یعنی بالا نشان بده که مردها هم میتونن کار کنن و دقیقاً کار میکنن. ایر عبدالله میگه ولی خب مسعود هاشمی نشون میده معلوم میشه که مسعود جان هاشمی هم کار میکنه یا خیر. ولی قبل از او مسعود جان هاشمی میایم روی کارهای هنریتون صحبت میکنیم که به کجا رسیده و تازه ترین کارتان یا جدیدترین کارتان چه هست در موردش معلومات بدین چون خیلی وقت میشه که دور هستین و همگی از کارهای جدیدتون خبر ندارن. خب بعد از یک وقفه بسیار طولانی بعد از شهر گناه و سریال خوشی و سریال پلوشه فیلم جدیدی را زیر نام هدف سیاه که یک فیلم کاملا سیاسی است، زندگی نامه یک پلیس قهرمان بسیار شجاع را به تصویر کشانیدیم. در نقش مرکزی از این فیلم ظاهر شدیم. نویسنده این فیلم یک خانم است و همچنان آقای قیم رسولی که سناریو رینا آماده کردن نویسنده اونا هستن. نام نویسنده تون چی هست؟ این نویسنده ای که خب سناریو رو نوشته آقای قیم رسولی اسکریپتش آماده کرده یعنی در مجموع و نویسنده اصلی از این خانم یلدا است. خانم یلدا خیلی عالی. واقعا نویسنده بسیار مستعد است. در این فیلم کاملا من متفاوت ظاهر شدیم. در نقش آمر تحقیق جنایی کابل هستم. همیشه در صدد ازی هستم که چطور بتونم برای کشور خدمت کنم. حالا میخواین که همیشه ده حرفا برای بیننده ها بگین دیگه ایش حاجت نباشه که فیلم ببینه یا ای که میخواین که فیلم نه خیر فیلم بسیار گره ها داره کور نمیشه با حرفا ما باز کنیم. در مجموع یک معلومات بسیار کوتاه است. واقعا با دیدن این فیلم گفته فرهاد دریا وقتی زیر پست آدم گزس میکنه یک چیز آدم احساس میده. هر کسی که شما در محفل افتتاحی از او اگر شاهد باشین دوستان آمده بودن بیش از 600 نفر حضور داشتن که متاسفانه بعد از فیلم ما در سالون لیسه استقلال یک حادثه رخ داد تقریبا 60% سالون گریه میکردن. یعنی آنچه که در رویدادهای داغ امروزی ما میبینیم در این فیلم به تصویر کشم. خب بیاین که شروع بکنیم بازی را و در لابلای این بازی از مسعود من چند تا سوال هم دارم حتما میپرسم. اما من نمیفهم که خب این کاغذ ها از چیه؟ خب این کاغذ ها باشه بحثش ما بگم ولی میخوایم کوتاه نظر جناب مسعود هاشمی در رابطه و آرداشتن مردها از انجام کار در خانه بدانم بعد از اون میایم روی گیمی که قرار است یا بازی که قرار است ما انجام بدیم. نظرتان چیست؟ دیدتان چی است؟ متاسفانه ما همیشه شکار انعنات و افراطیت در افغانستان شدیم. همیشه مردم ما در تحولات یک نوع مونوکراسی و رجال سالاری زندگی کردند که اصلا ما نمیتونیم را زیاد روش بحث کنیم. اما اگر ما از بدو خلقت زن ما بررسی داشته باشیم زن برتری از مرد داره. امروز مشکلاتی که در بین جامعه ما هستن زنها بسیار تحت تاثیر پیامدهای منفیش قرار گرفتن. من شخصا خودم بسیار همکار می باشم در خانه، بسیار کوشش میکنم که کار کنم. ای هیچ نوع ننگ هار نیست. خانم ها پدیده یا جنس لطیفی هستند که اگر آنقدر فشار روزگار ما بالای اونا بریم شاید تحمل کرده نتونن. بیاین اگر مقایسه کنیم وظایف مرد در بیرو و وظایف زن در خانه، شما باور کنین که وظایف خانم ها در خانه مشکل تر است. مردها خب اگر وظیفه میرن با یک موضوع درگیر هستن، اگر صاحب یک وظیفه هستن هم با یک موضوع درگیر هستن. حالا این همه گپا مسعود جان در عمل هم هست یا فقط به حرف میگی؟ چرا خب نه من عمل میکنم که چون حرف میگم. خب دقیقاً عالی است. بس مسئولیت خانم ها در خانه بیشتر است. دقیقاً راست میگن. این جسته برگل داده سمه هست و روی هر سه برگه
سه بازی نوشته شده که از بین سه ورگ سه نفر یکی انتخاب میکنیم و سه بازی هست که بعد باز میفهمیم که چه کار هست و تمام وسایل اینجا آماده هست و بازی هایی که قرار است ما انجام بدیم. من ریمیکس میذارم و از عبدالله خواهش میکنم از جناب مسعود هم که یکی از برگ ها رو انتخاب کنه و یکیش هم خودم انتخاب میکنم. بریم ببینیم که مرد ها خوب کار کردن میتونن یا هم خانم ها. خب عبدالله خودم نداره میشه باش باشه. خب یکی رو شما انتخاب کنید جناب مسعود. شما بیارید. نه نه بر مسعود جان میتونم خودت بیارید. خب عبدالله خودت برو واقعا خودت نه خودت اصلا نه دیگه حالا شما میگی نه دیگه بگی امروز بس الان شما میگی آها درست بس یک برگرام ما گرفتم حالا باز میکنیم ببینیم که از کی چی هست و خواهشان یک نام مو بسیار خورد است چرا کلان کلان نوشته کردین آی شیز چوشک دیدی چی کنم از ما اوتو هست از ما شیر چوشک است از ما پیاز است کار زخم مسعود جان رسیده پس باید اینا رو بیا که پس بینک بریم ما براتون بگویم که چی کار رو انجام میدیم مسعود جان ما هم برم شما بگه خب دویز خب هر که سر کار خود و صدق وقت داریم شیر چوشک ما باید شیر جور کنم و فرصت هم باید زود جور شد نه اول بگویم که ما چی کنیم پیاز باید ریزه کنیم پیاز تو تکنیم خب از با اوتو از دوستای عزیز و اینجا برای من یک کرتی گذاشتن باید رو اوتو کنم سخت ترین کار به من رسیده و آسان ترین کارها برای عبدالله دوم و مسعود جان فکر کنم که این کرتی هم پس میشه بگیره اصل کار چی است اوتو کار خانم هاست خب کار خیلی سخته است و چطوری باید رو اوتو کنم یه آوام برای من اشتباه آوردن همی عرصه از این رو تو پیاز سه دیگه است در خانه من کار میکنم یا پیاز توتا کردن تا که میبینم شک دارم پیاز من تو توتا نکردی خب معمولا در پیاز ریزه کردن عشقای همگی میرزه خب من تمام شدم و من برنده است من وقت پیش از سو اوتو کردم نه شما بسیار آسان بود اینه ما برای یک دیگ پیاز توتا کردیم نه نوکر تولید باش یاد برای یک دیگه از مام آماده است عبدالا باید رو خوب گد بزنی باز اگه نمیزه بشو کاسه اگر جایش سخت ماده بود بیگه یک بیگه یک نوشان بگو خب باید من کار خودم بکنم اینجا آبا من اشتباه بردن دوستای عزیز نه باید در سیش ریزه شد نه باید این بر جد بر نه باید توتا شد تمام شد واسه جان مسید خب 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 تا این که عشقای در نمیزه نمیگذاریم یک گوش خواهیم هم هست همونجا خب کار ما خیلی آسان بتونیم کرتی قبل از قبل اینجا جای نمیشه من براتم کاری میکنم مسعود جان باش که این یک بشقاب شما بگم است اینجا میتونم فکر کنم که امروز یک میمونی بسیار کلان دارین به خاطر که سه پیاز برای یک دیگ فکر کنم زیاد است قرار است که عبدالله سبزی پخته کنه ما دیگه چیزایش جور کردیم فقط پیازش مونده بود گرم سر شما رو ریزن کلوزاپ هم دارم چی چوشک هم سرش عبدالله مزه میداد یا نه این پیاز هم نام خدا از او که در پیاز کلان نبود شما انتخاب کردید در برای من خب ما تمام کردیم ببینیم که او دوتا چی کار میکنم شیره به خود جور کردم او دیده میتونی تو هم استفاده کنیم مسیجا من مصروف هستم چی چوشک کارم میدونم دوره کودکیش یادش میاد عبدالله من برنده هستم من یک وقت برنده شده مسعود جان ماندم اگر شما از جای ما می بودین اصلا با برنده شدن زود فکرشام نمی کردین خب نمی فهم مشکایتان سر کرده یعنی نه نه چشم اگه دخانم اوتو بگونی مسعود جانم تو اوتو می کنی چملو نه خیر هیچ ناقص است نه ناقص نیست من یک چی کردم چون ساوردم که یک کرتی از آقا برادر است و اوتو کردگی بود دیگه من تا جایی که جایش که چی بود منظم نبود اونجا شب تمیز کردم و نشم شیر خشک مزه ایام شد پیاز به خاطر پختن نمیفهم بر پختن 16 میمان یعنی برای اندازه باید ریزه میشد خب وقت برنامه کم بود خب میشد که مثلا یک شیر ریزه میکردم نه اعتراف کرد اول که من پیاز توتا نکردم نه من یک پیاز توتا کرده بودم
باز شما اصرار کردین که دو پیاز دیگه تو باشه تو پیاز دیگه. خب به دلیلی که گفتم یعنی ببینیم که چقدر ما هستن و میتونن که کار کنن. خب بیننده عزیز دیدن که مهمان عزیز ما ثابت کردن که در خانه کار میکنن و اچ آر ندارن از انجام کارهای خانه با خانمشان یا هم با دیگه اعضای فامیلشان که خواهرشان یا هم مادرشان میشد و ثابت کردن که یاد دارن و ماهر هستن. همچنان عبدالله کجا ما ازدواج کردیم دگیر دادی مسعود جان ازدواج کردم من خبر دارم. بله بله بله. و اینم شیره که عبدالله درست کرد. خب یک سوال مسعود جان میخوام از خودت بپرسم که در کنار خانمت وقتی می کار خانه رو انجام میدی یا هم اگر تنها انجام میدی، تنها خب بحثش جداست که 100% انجام میدی، ولی در کنار خانمت که وقتی کار رو انجام میدی چند فیصدش خودت انجام میدی و درست انجام میدی چند فیصدش خانمت؟ خب طبیعیه من میفهمم که 100% درست انجام میدی و خیلی هم منظم کار میکنه. خب طبعا همکاری وقتی صورت میگیره که تقاضا باشه. تقاضا باشه یعنی بدون تقاضا شما همکاری نمیکنید؟ من همکاری میکنم اما میبینم که خودش کار میکنه باز مزاحمت نمیکنه، باز وقتی تقاضا میکنه من روشن همکاری میکنم. خب چند فیصد میکنم؟ 90%. چند فیصدشه؟ 90%. 90%. یعنی چند فیصد میمونه بر خانم؟ فقط اونا فقط آماده میشه که فقط دیگ بندازن، بعد از او در پالی از او دزرت آماده میکنم او میوه میکشم دیگه بازی گفت پس کار شما انجام میتونا میبینیتون اگر راست بگین خب خب اگر نگین دیگه نه خیر اونا دکتر هستن اگر دروغ بگیم دوای درست برم نمید. خب یک جان تشکر مست جان، آرزوی موفقیت دارم برای زنده باشه. سلام باشه. تشکر از اینکه به برنامه قربان.